روز شنبه 27 اسفند ماه مراسمی تحت عنوان 146 سال افتخار نکوداشت زادروز رضا شاه بزرگ در لاگونا نیگوئل کالیفرنیا توسط بنیاد تاج و بنیاد میراث فرهنگی برگزار گردید. گروهی از حامیان مشروطه و پادشاهی خواه گرده هم آمدند تا یاد رضا شاه را زنده نگه دارند. در این مراسم از آقای سرهنگ هوشنگ وزین، افسر ارشد گارد جاویدان شاهنشاهی و آقای علیرضا میبودی شاعر و از چهره های محبوب تلویزیون ایران و همچنین آقای دکتر امیر حمیدی کارشناس امنیت ملی و تروریسم جهانی تقدیر شد. باعث افتخار من و جناب وزیر از سربازان دوران محمد رضا شاه پهلوی امروز واقعا روز پر افتخاری است که ما سربازان در اینجا جمع شدیم. این از طرف کارگزاران این برنامه هدیه میشه به جناب وزیر که همیشه در صحنه. همچنین در این مراسم تنی چند از پژوهشگران و فعالان سیاسی به ایراد سخنرانی پرداختند. عملاً رضا شاه به معنای تجدید حیات ایران بود و عملاً حضور رضا شاه به معنای این بود که پیرمردی با مرارت ایران رو ساخت و این مسئله بسیار حائز اهمیت بود و هیچ توجهی به ناسزاگویی مخالفان خودش نداشت و رضا شاه به عنوان منجی در آرزوی ایران مترقی بود، ایران گرفتار عقب ماندگی، ایران از هم گسیخته رو دوباره احیا کرد و در اون روزگار ایران به ایشون احتیاج داشت و تاریخ ایران، مسیر ایران در جایی قرار گرفت که ایشون سکاندار اون کشتی بود، کشتی که بیلنگر بود و به قول علی دشتی در روزنامه شفق ایشون پدر وطن بود. ولی خب رضا شاه خرافه باور نبود، هرچند خدا باور بود ولی بیشتر به انسانیت اعتقاد داشت و بیشتر به ایرانیت. با سه کار مهم، یکی در کنگره فردوسی، دیگری فرهنگستان، سومی دانشگاه تهران، به جنگ ملا رفت و فرهنگ و دانش در ایران همگانی شد. علاوه بر این که قضاوت در ایران از چنگ ملا در اومد، فرهنگ هم از چنگ ملا در اومد و در فرهنگستان ما افرادی مانند بدیهوزمان فروزانفر، بهار، نفیسی و چهره های بزرگی داشتیم که هرگز در تاریخ ایران تکرار نخواهد شد. اما کمونیست ها در سال 1310 توسط رضا شاه ممنوع شدند و رضا شاه تفکر ویرانگر اونها رو میدونست و در سال 1310 چپهای ایرانی با کمک رضا شاه به خارج از کشور رفتن برای ادامه تحصیل که درس بخونن، برگردن به ملک و مملکت خدمت کنن، ولی اونها رفتن دنبال سوسیالیسم و کمونیسم. و سال 1307 کسی مثل مهدی بازرگان نوشت که رضا شاه ما رو فرستاد به اروپا، ولی در اونجا علاقمندی ما به اسلام افزایش پیدا کرد. اینو خودش در کتاب مستندات نهضت مثلا آزادی هست. هیچ توجهی، هیچ کمکی برای وطن پرستی رضا شاه نداشت. و بعد افرادی مانند میرزا کوچیک‌خان، ارانی، ایرج اسکندری، حیدر عموغلی به خودشون میگفتن مترقی، بزرگمرد، روشنفکر، ولی به کسی رضا شاه میگفتن دیکتاتور مستبد. و 53 نفری که در سال 1316 دستگیر شدن از چپ‌ها که بعداً حزب توده رو درست کردن، نشانه هوشمندی رضا شاه بود که تفکر تخریبگر و ویرانگر چپ رو خوب شناخت. بهتر از قسمت اعظمی از زبانم لال روشنفکران اون زمان، رضا شاه دانش بهتری داشت که مردم ایران به اندیشه وطن پرستی نیاز دارن، نه به بی‌وطنی چپ. ولی متاسفانه این داستان ادامه پیدا کرد و بعدها همون افرادی مانند بازرگان در بطن نهضت آزادی سازمان تروریستی درست شد، جوانان ایران رو به جای درس خوندن به کام مرگ فرستادن برای بانکزنی، راهزنی، انفجار، ترور و بعدها هم یادگار شوم امثال بازرگان و یزدی و طالقانی شده سازمانی الان که روی دیگر سکه جمهوری اسلامی است با رئیس جمهور مادام العمر و روسری قرمز. و در سال 1320
ایران اعلام بی‌طرفی کرد، هیچ سودی در جنگ نداشت، هیچ نفعی در جنگ نداشت، ولی خب متاسفانه نزاع سیاسی داخلی و جاسوس‌های طرفدار روس و جاسوس‌های طرفدار انگلیس پشت رضا شاه رو خالی کردن. اما سرنوشت کشور رو به یک دولت مرد، به یک ادیب به اسم فروغی سپرد، شهریار ایران در اون ایام ولی عهدش رو بوسید، بغل کرد، استعفا نوشت و رفت. رضا شاه وقتی که برای سرکوب شیخ خزر راه افتاد، تا خود شیراز دولت انگلیس مدام به این آدم تلگراف میفرستاد که برگرد نکن این کارو، که اصلا عصبانی میشه. در یکی از تلگراف‌ها جواب میده شما چیکاره این که به من میگیم چیکار بکنم، و میره و شیخ خزعل هم که مطمئن بوده انگلیس رضا شاه رو کاری میکنه که برگرده، مدام نشسته بود توی خوزستان و رجز میخوند. ولی وقتی که دید رضا شاه پای برگشتن نداره، نامه‌ای بلند بالا نوشت جهت عذرخواهی. رضا شاه یک خط جواب داد: ندامت و پشیمانی و عذرخواهی شما را میپذیرم به شرط تسلیم قطعی. یک خطم نمیشه. و رفت اونجا شیخ خزر رو ادب کرد. در بحث تمامیت ارضی وضعیت ایران بسیار بسیار بغرنج بود. شما یک بار پنبه معمولی نمیتونستین از تهران ببرین برای جنوب جهت صادرات یا ابریشم یا هر بار دیگه. تو هر روستایی، تو هر شهری یه خانی برای خودش 4 تا اسب سوار پیدا کرده بود با چند تا برنو، خراج میگرفتن ازت. اگر نمیدادی کل بارت رو به یغما میبردن. کار به جایی رسیده بود که این نکته بسیار بسیار مهمه، من حتما باید این رو اشاره بکنم. کار به جایی رسیده بود محمد ناصر خان فرزند سهولت الدوله شیرازی در تاریخ 30 اردیبهشت 1301 خورشیدی بدون واسطه با شرکت نفت انگلیس قرارداد میبنده. شما این گستاخی رو ببینین که خانهای محلی به چه درجه از گستاخی رسیده بودن که مستقیم وارد عمل می شدن، قرارداد می بستن. رضا شاه پای اینها رو از اون کشور جمع کرد. خیلی مهمه. رضا شاه بزرگ رو متهم می کنن که مشروطه رو حالا عقیم کرد، همینطور که جناب صوفی عامر اشاره کردن. کدوم مشروطه؟ 3 مجلسش تعطیل شده بود. مشروطه خواستش دستگاه قضایی بود. اصولا اصلا خواسته دست اصلی مشروطه دستگاه قضایی بود. قدم اول وقتی که اجرایی نشد، مظفرالدین شاه فرمانش رو امضا کرده بود، اما وقتی که اجرایی نشد بحث مجلس پیش اومد. اون کسی که مشروطه رو احیا کرده رضا شاه بزرگ. شما یک بند از قانون اساسی مشروطه و متمم اون رو نمیتونین ارائه بدین که بگین رضا شاه بزرگ این بند رو اخلال کرده. شاید میتونین به مشروطه ایراد بگیرین که قانونش خوب بوده یا بد بوده، با اون کاری ندارم، اما این دو پادشاه رو، این پدر و پسر رو هرگز نمیتونین به این موضوع متهم کنین که قانون اساسی مشروطه رو منحل کردن یا اخلال درش ایجاد کردن. رضا شاه بزرگ ایرانی را که میرفت با درایتی قاجار به قعر فراموشی و تنگ دستی و نابودی پرتاب شود، با خردمندی و احساس میهن پرستانه خود و حتی دوست و دشمنی که ذره غیرت و احساس مسئولیت میکردند را هم به بازسازی میهن فراخواندند و حتی از منصوبین و رجل قاجار هم برای این مهم دعوت شد و دنیا را تنها با 16 سال زمامداریش مات و مبهوت نمود. از خدمات و قوانینی که در زمان رضا شاه انجام شد و تصویب آن در دادگستری که بعد از صدها سال با رشادتی وصف ناشدنی پای نهاد. شاهزاده رضا پهلوی به وضوح در پیمان نوین یادآور این مهم بودند که برای آزادی و برجایی سرزمین جاودانمان ایران باید با یک باور جمعی که بر پایه قانون و توانمندی هایمان و حفظ تمامیت ارضی میهنمان با آزادی سرزمینمان صلح و سلامتی را برای جهان به ارمغان آوریم. از دوره 15 ساله که 1285 14 مهر 1285 که اولین مجلس شورای ملی در ایران برقرار میشه تا زمان برآمدن سردار سپه، میبینیم فقط 3 دوره مجلس برقرار میشه. و وقتی که رضا شاه سر کار میاد،
اصولا مجلس شورای ملی دوران فترت خودش رو میگذرونه و مجلس شورای ملی تعطیل شده و بعد از اینکه رضا شاه میاد اتفاقا به دلیل همین اقتدار دولت جدیده که هیچگاه مجلس شورای ملی تا زمانی که رضا شاه بر سر کار تعطیل نمیشه. این نشون میده که قوه دادگستری، قوه مقننه قانونگذاری در فقدان قوه مجریه قوی امکان تداوم وجود نداره و اصولا دولت مدرن چیزی نیست جز اینکه ما سه شاخه، سه قوه به اصطلاح به عنوان بنیادهای دولت مدرن میشناسیم. اون کاری که رضا شاه انجام داد و اهمیت کاری که رضا شاه انجام داد این بود که این قوه مجریه نیرومند که حافظ دادگستری مدرن و حافظ قوه مقننه و قانونگذاری هست رو به ایران اعطا کرد. من حتی میبینم بسیاری از طرفداران مشروطه خواه و بسیاری از طرفداران رضا شاه نسبت به این کار عظیمی که رضا شاه انجام داد چندان عنایت کافی نشون نمیدن و من امیدوارم که به اصطلاح این گفتگوها باعث بشه که ما به این جنبه های ناشناخته پروژه رضا شاهی و نظم رضا شاهی رو که در ایران به وجود آورد بیشتر واقف بشیم. رضا شاه بود که ملت ایران رو به اصطلاح ایجاد کرد. تا پیش از این ما ملت نبودیم. اگر رضا شاه نبود ایرانیان ملت نبودن. اینو شما میبینید تجزیه طلبان در گفتمانهای قومی زیاد میشنویم. به نظر من اینم سخن سست و بیپایه‌ایه که باید به نظر من هم دفاع کرد از رضا شاه و هم گفته بشه که دولت ایران و همچنین ملت ایران پیش از رضا شاه وجود داشته. منتها سازمان دولت تا پیش از برآمدن رضا شاه سستی گرفته بوده و رضا شاه اینا رو تقویت میکنه. به یک نوعی رضا شاه دست به یک نوع آینی میزنه. دست به یک نوع آوری میزنه در مفهوم ملت. در مفهوم دولت تاریخی که ایران دارای اون بوده. اما رضا شاه ایجاد کننده ملت ایران نیست. ملت ایران پیش از خدمتش برمیگرده به پیش از رضا شاه، بلکه هزاران سال پیش از رضا شاه. کشف حجاب یکی از عناصر توسعه انسانی بود که رضا شاه انجام داد از طریق آزادی دادن به زن. اون کاری که رضا شاه در مورد زنان انجام داد از میان بردن دوگانه اندرونی و بیرونی بود. اون زمان متاسفانه زنان متعلق به حوزه اندرونی تعریف می شدن و حوزه به اصطلاح بیرونی حوزه مردانه بود. کاری که رضا شاه کرد این سد اندرونی و بیرونی رو شکوند و به زنان اجازه داد که وارد عرصه اجتماعی بشن و در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی مشارکت بکنن و این هم از دوباره یکی از عناصر توسعه سیاسی بود.